به شما عزیزان، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم درباره تاثیر آلودگی هوا بر پوکی استخوان و راهکارهایی برای مبارزه با اون برای شما صحبت کنم. بر اساس پژوهش‌های جدید مرکز تحقیقات سلامتی لانس در آمریکا، افراد سالمندی که در مناطق پردود و گرد و غبار زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان هستند. این بیماری عمدتاً به دلیل کاهش تولید هورمون پاراتیروئید به وجود می‌آید. تنها ذرات معلق و دیگر آلاینده‌های موجود در هوا نیستند که امکان پوکی استخوان را افزایش می‌دهند، بلکه دود سیگار نیز بر اساس پژوهش‌هایی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده، بر میزان تراکم استخوان اثر می‌گذارد. تحقیقات اپیدمیولوژیک، تحقیقات درباره نحوه انتشار بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا نیز نشان می‌دهند که زنان سیگاری پس از یائسگی بیشتر از پوکی استخوان رنج می‌برند. یک گروه پزشکی به سرپرستی آن را با کرلی برای نخستین بار تاثیرات آلاینده ها بر بدن را طی دو پژوهش مورد بررسی قرار داده است. محققان در اولین پژوهش با تحقیق روی 9.2 میلیون نفر از افراد سالمند در شمال شرق آمریکا به این نتیجه دست یافتند که آلودگی هوا با شکستگی ناشی از پوکی استخوان نسبت مستقیم دارد. محققان در پژوهش دوم داده‌های مربوط به 692 نفر شرکت کننده در تحقیق انجمن سلامتی بوستون را مورد بررسی قرار دادند که احتمال پوکی استخوان مردان میانسال قشر کم درآمد را مورد بررسی قرار داده بود. از بررسی داده‌های مربوط به 1219 شرکت کننده دیگر نیز طی 8 سال کار پژوهشی آزمایش‌های سنجش تراکم و متابولیسم استخوانی این نتیجه حاصل شد که ذرات معلق و مونوکسید کربن موجود در هوا تأثیر بسیاری در کاهش ترشح هورمون پاراتیروئید دارد که وظیفه آن افزایش جذب کلسیم خون است. نتایج حاصل از پژوهش‌های قبلی نشان می‌داد که میزان هورمون پاراتیروئید در افراد سیگاری کمتر از افراد عادی است. متخصصان قدرت این امر را ناشی از واکنش ضعیف بدن در برابر جذب کلسیم در افراد سیگاری می‌دانند. افرادی که دچار تحلیل مواد معدنی استخوانی می‌شوند، غالباً به دلیل شکستگی استخوان به بیمارستان انتقال می‌یابند. التهاب‌ها و آسیب‌های اکسیداتیو که در اثر کاهش ظرفیت اکسیدانی بدن ایجاد می شود نیز می توانند کاهش تراکم استخوان را سرعت بخشند. پژوهش‌های باکرلی همچنین ثابت می‌کنند که افزایش مونوکسید کربن سبب کاهش تراکم استخوان در ناحیه کشاله ران و استخوان رادیوس یعنی ناحیه دست می‌شود. این هر دو ناحیه مستعد شکستگی ناشی از پوکی هستند. گیاهان آپارتمانی و کاهش میزان آلاینده‌ها در منزل. بی توجهی به کیفیت هوایی که در منازل تنفس می‌کنیم نیز می‌تواند پیامدهای زیانباری برای سلامتی داشته باشد. در واقع عایق بندی و ایزولاسیون خانه‌های جدید امکان بیشتری را برای حبس آلاینده‌ها در فضا فراهم می‌کند. برخی از منابع به ظاهر بی‌زیان تولید کننده آلاینده‌های خانگی عبارتند از چسب‌ها و برچسب‌ها، رنگ، شوینده‌های خانگی، فوم‌های عایق بندی، رنگ، چوب‌های پرس شده چون تخته استلا، نئوپان و فیبر. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.